میزنن رو ترک دب و تک تک واکنید تو مارکت درو. گنگ گنگ نکنید میزنم پسو. چطورین؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از آلبوم خورشید از عرفان از کانال خودتون The Main One. آفیه رو داشتی فرشاد فور لایف. اینجا این که چک عرفان فیت کچی بیتس از همین امروز رو بشنویم که ترک دوم هست بر اساس ویو. اگر در نظر بگیریم ترک دوم آلبوم دومین پر ویوی آلبوم هست که پرودوست بای مرشاهین آدیو انجینیر خود کچی بیتس و بقیه اعضایی که زحمت کشیدند بابت تولید این موزیک، همون اعضای همیشگی هستن که توی ویدیو اول اسمشون رو گفتم و کمال تشکر رو ازشون داریم دیگه. دوباره اسمشون رو نگیم به خاطر خدا. ترک هم لینکش رو گذاشتم دیسکریپشن، میتونید از یوتیوب عرفان یا سایر پلتفرم‌های این آرتیست رو گوش کنید. اگر فورگنگ هاتون رو پاچیدید تو کامنت بریم اشنویم. ما هم دیگه اسم ترکی بود از همین امروز و از عرفان کچی بیتس. بریم شاین تو رو قرآن شاین، فقط سینس ویو نده، سینس ویو نباشه، سینس ویو نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. از همین امروز میرم به همه هم بگو، گفتم قدر منو بدون دلم مونده. میپرسی چرا سینسایی نموشه؟ به خاطر اینکه به نظرم تو رپرها، آرتیستای رپ فارسی و هیپاپ فارسی، کسی که میتونه سینسایی خوب در بیاره دور چیه واقعا فعلا. بود بهت بگم یه روز که منو ندیدی اونجوری که بود. سینسر نیست نه، و EDM EDM دیپ هاوس توره. منو ندیدی اونجوری که بودم، از همین امروز دیگه نمیزنم گرگوس، نمیکنم دیگه عکساتو هیبوس، میخوام برم بره گریه کنسله حس من بره. بابا آقا کچی بیتس در حال مناب کردن دیگه. مثل دیروز گرگوس هم موقع جشت فقط، نه موقع عزا میخورن. میخوام بدم بره خاطرات تو، از همین امروز، از همین امروز دیگه دلم تنی شه واسه تو، از همین امروز، از همین امروز، از همین امروز، از همین امروز. تا ابدیت اف یو. یه کپی رایت چکن بزنیم پاز نذاریم یادمون رفت. زیر نور مهتاب گای روم بودی گای منتاب، ای میره میره بساف. بله توضیحات پاره ای از توضیحات عرفان راجع به پوزیشن هایی که دوستان داشتن رو داریم. مهتاب گای روم بودی گای منتاب، بعضی وقتا تو بالا بودی بعضی وقتا من، بعضی وقتا من میذاشم دهنت بعضی وقتا. وارد جزئیات نمیشه، اگر میخواست خودش وارد جزئیات میشد. آره جو بودیم حالا بعد فاس گفت دریم بوده برم شب با تو، ای تو زی بلدم الافساتو، یه قلوب لین و ای لب لب با تو قرارم باله ورس عرفان اینجا تو، ای تو زی بلدم الافساتو، یه قلوب لین و ای لب لب با تو قرارم جین و با درارم، یه قلوب لین لین میزنیم ها، زی بلدم الافساتو، یه قلوب لین و ای لب لب با تو قرارم جین و با درارم تافو. رولین چجوری؟ تو میرفتی تاپ رولین؟ من نباید فقط خوابید رولین، مگه سلطان نمیخوابه؟ یه حال خوب خیلی اوکی نی، خطا رو میزن ولی میل کوکینی، میل کوکینی آهنگامون پلی روی پلیلیست، صابونم شده قهوه تو بیلیست. میگه حال خوب خیلی اوکی. بیلیست کجاست همه میگن؟ یه روزی باید برم بیلیست، نورث امریکا. بیلیست a country on the north eastern coast of central america. باحاله، قویه، میزنه سه هیچ میزنه، کردانو میزنه. خطا رو میزن ولی میل کوکینی، آهنگامو پلی روی پلیلیست، صبونه هم شده قهوه تو بیلیست. بچه قهوه رو صبونه نخورید به خاطر چی؟ میپرسی چرا؟ به خاطر اینکه لحظه ای که شما خواب بیدار میشید احتمالا منز کافی چیز تو بدنتون هست، کورتیزول، هورمون کورتیزول وجود داره برای هوشیاریتون. شب هم نخورید خوابتون معمولی زیادت من نمی، ولی بنز میخوام.
ولی میگن بیدار شدن صبحونه قهوه خوردن بدترین چیزه. معمولا مثلا چیزی مایه مثلا 11 مثلا میگن 8 بیدار میشی 11 بخوری منطقیه، تا اینکه 8 بیدار میشی 8 و نیم قهوه بخوری. چرا؟ بخاطر بیدار شدی واسه چی میخوری قهوه؟ قهوه یعنی سر حال نمیکنه، قهوه جلوی خواب آلو بودن رو میگیره. میگی چی میگم؟ یعنی بحث چیه؟ بذار طولانی شد. بحث اینه که شما وقتی بیدار میشید یه سری روتین باید داشته باشی که اون یه چوس خواب آلودگی که به خاطر اینکه تازه خواب بیدار میشی بپره. مردم اشتباهی که میکنن اینه که اون یه چوس خواب آلودگی رو با قهوه میپرونن، در صورتی که اون یه چوس خواب آلودگی رو با دوش آب سرد میشه پروند، با مثلا صورت شستن، با آفتاب، ویتامین دی، با یه قلاب آب، با اینجور چیزا معمولا میگن بپرونید. روتین درست اینه. خوابتون رو که خوابتون داشت میبرد مثلا وسط های ظهر ساعت 2 3 اینا داشت خوابتون میبرد، میتونید، منطقی اینه که اون موقع با قهوه اون خوابی که داره میاد رو کنترل کنید، نه اینکه هر وقت خوابتون گرفت قهوه بخورید به خودتون میاد میبینید که چطور چیز دنیا معتاد شدید. از کنارتم رشم من بسازم، من نزفر از همین امروز میخوام بدم بره خاطرات تو از همین امروز، از همین امروز دیگه دلم تنگ نمیشه واسه تو از همین امروز. یادمون فاز بزنیم کپی رایت یقمو نکنه دیگه، حلال دیگه ان شاء الله. عرفان کینی که از خودش جدی نمیگیره اون وقت اون موقع کپی رایت رو. سامین خب بجز قسمت دومی که عرفان یه حالت بریج مانندی که عرفان داشت، باقی اتفاقات ترک من دوست داشتم. بازم میگم مثل ترک قبلی که گفتم چیز گلدرشتی ترک وجود نداشت، اونقدر چیز بولدی که مثلا آجی این جو عجب کاری کرد وجود نداشت، ولی ورس عرفان به نظر من خیلی خوب فضا رو ساخته بود، ورس باحالی بود. توی مثلا 3-4 تا ترک آخری که من از عرفان شنیدم بهترین ورسی بود که از شنیدم. توی مثلا همشون هم جزء آلبوم بودن ترکایی که میگم. وست کوست اون که با کوروش بود، کیل آف یو، ترک قبلی با کارتل، یه ترک دیگه هم داشت فاز ریج داشت. میگم تو مجموع این 3-4-5 ترک آخری که من از عرفان شنیدم این بهترین ورسی بود که از عرفان شنیدم. به نظرم کاری که باید میکرد رو کرد. چه کاری؟ این که فضای این که از اون حس دو نفره‌ای که حالا یه روزی بولد بوده امروز فید شده، یه روزی مثلا اهمیت داشتن اون دو نفر واسه هم دیگه امروز کم اهمیت شدن واسه هم دیگه، وقتی اهمیت داشتن چی کارا میکردن، وقتی بی اهمیت شدن چه جوریه، چه حسی رو داره تجربه میکنه، میگیری؟ به نظرم مختصر و مفید از تمام این دوتا وجهی که مد نظرش بود و توی موزیک داشت بهش پرداخته میشد خون. اضافه گویی اصلا نکرد، مثلا اضافه کاری وجود نداشت. توی ورس دارم میگم بیریج به نظرم بیریج خوبی نبود، خیلی جنریک بود. یعنی اون منبعی که عرفان شنیده برای چی میگن پرفورم قسمت بیریجمون تو این موزیک رو ما هم شنیدیم، انقدر تکراری بود که من نیازی به شنیدن این ایده های توی بریج از عرفان نداشتم. ایده های ملودیک منظورم، یعنی نوت هایی که زده بود. ولی میگم تو ورسش مختصر مفید فضا رو جالب ساخته بود، جزئیات بامزه‌ای گفته بود. ورس کچی بیتس هم ورس بامزه‌ای بود، باز کچی بیتس هم همین طور. کچی بیتس هم چیز زیادی نگفته بود، چیزی نگفت بگی واو حاجی چی گفت، از اون طرف هم چیزی نگفت که مودو خراب کنه. خیلی در خدمت بودن به نظرم هم ورس کچی هم ورس عرفان. کورس هم کورس کچی خیلی نبود، ولی کورس اونم باز در خدمتی بود، اوکی بود. کلا ترک که واقعا بک‌گراند میوزیک باحالیه آدم گوش می‌کنه. همین که ترپ ملودیک نبود و دیپ هاوس بود، نظرم سه پله جلو هم بچه ها. خیلی کم تو قسمت بیریج انرژی ترک افتاد و اون مومنتوم خراب شد، وگرنه باحال بود. من مثلا شیش هم با این ترک
میگم گل بزرگ، گل درشتی نداشت، ترک جایزه ای نداشت برای آدم که مثلا دوپامینی ترشح تو بدن آدم یا فلان میسال، ولی بکگراند میوزیک خیلی خوبیه و میگم تأکید میکنم که چپ ملودیکی که این روزا تو رپ فارسی روزی 7 ورژن ازش داره، 700 ورژن میراز ساخته میشه، نبود بود و این مسیر انتخاب شده بود برای بکگراند میوزیک ساختن. جالبه دیگه، خود ارفان هم اشاره کرد موزیکامو تو پلیلیست و فلان اینا، یعنی هدف واقعا پلیلیستینگ و هدف واقعا اضافه شدن به سری پلیلیست و بکگراند میوزیک ساختن اون چیزاست احتمالاً دیگه. جالب بود، میگم 6. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این چک و این اکشن ویدیو. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک یادتون نره، ویدیو رو دوست نداشتید دیسلایک یادتون نره، یادتون رفتم سرتون دیسلایک و فورگنگ تو کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. جقیاهی من باید بهتون بگم ناراحت نشید، زنگوله بغل سابسکرایب بزنید و تا ویدیوی بعدی 4G ANG